خب دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظیر ممی، درود بر شما. دلاور کشورمون علی اسکر سام دلی خوش تو به رده بندی رسونده سری مسابقات جام بین المللی آکسیانوف روسیه وزن 63 کیلوگرم دیدار رده بندی علی اسکر سام دلیری دلاور چالوسیه از مازندران با دونده آبی در مقابل کشتیگی از روسیه با دونده قرمز قرار گرفته. ببینید دلاور کشورمون چه میکنه، میتونه مدال برنز رو از آن خودش بکنه و به حداقل شایستگی خودش برسه یا نه. خب رو دسته همدیگه کار میکنن، کشتیگیر ما رو به جلو مسلط داره کشتی میگیره، تن بدن تراشیده تری داره نسبت به کشتیگیر روس، مشخصه که زیاد کار کرده دلاور کشورمون. خب اگه همینطور ادامه بده میتونم به کشتی روس اخطار بدن. دستاش بهتر داره کار میکنه، یه دست حالا میکشه دست تو کمر، ببینیم میتونه خاکش کنه یا نه. تحت فشار گذاشته میتابونه و اینجا تعادلش رو به هم میزنه و خاکش میکنه. ببینیم میره برای بارانداز یا نه، دست رو کاملا بلاب کرده، فشار زیادی میاره و باراندازش رو هم میزنه. 4-0 میشه، حالا هنوز رها نکرده، میتونه یه برنده دیگه هم بزنه و کامل کنه کار خودش رو. یه لحظه رو باید مراقب باشه، کشتی روس رو میکنه و تو کشتی ها توش خارج میشن. درخواست دو امتیاز میشه برای کشتی روس، میتونن یه تک امتیاز بدن برای اینکه رو کرد کشتی روس، حتی خارج از توشک هم بودن، ولی خب دوتا درخواست داد و مورد موافقت هم قرار گرفت. نتیجه کشتی 4-2 میشه. حالا همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن، کشتیگیر ما تا به اینجای کار بهتر کار کرده، نیازی نیست عجله کنه و ریسک کنه، میتونه کشتی آروم و منطقی خوش رو ادامه بده و این کشتیگیر روس رو شکست بده. 20 ثانیه تا پایین 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. تو این دور از مسابقات کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، بلاروس و قزاقستان با کشتیگیرهای کامل خودشون اومدن، با تیم کامل خودشون اومدن. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. خب داریم به ثانیه های پایانی 3 دقیقه اول کشتی نزدیک میشیم. نه ببخشید دوستان، 1 دقیقه دیگه از 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. مچ دست رو گره گرفته کشتیگیر روس، تحت فشار گذاشت. حالا کشتیگیر روس سعی میکنه که بره برای جای فنون. تام اینجای کار علی اسکر سام خوب کشتی گرفته، ولی نباید بره تو لاک دفاعی، زمان زیادی داریم و مطمئنه اگر همینطور کشتی بگیره دست دقیقه دوم بهش اخطار میدن و اون رو در خاک کشتیگیر روس میشونن. شاید هم تاکتیکش هست و میخواد انرژیش رو ذخیره کنه و دقیقه دوم سرعتش رو بالا ببره تا بهش اخطار ندن. کشتیگیر روس حالا دست زیره کرد، از این من هم دست چپ رو گره گرفته تا کشتیگیر ما رو از کار بندازه. همچنان رو دست تحت فشار میذاره، کشتیگیر ما رو هول داد، یه جورایی با هول کشتیگیر ما توش خارج کرد، ولی خب یک امتیاز دادن یک بار دیگه به کشتیگیر روس. در چه کشتی حالا 4-3 میشه. 30 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه و دو کشتیگیر نزد مربیای خودشون میرن. ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگن برای 3 دقیقه دوم. مربی عزیز کشورمون داور میاد و تذکر میده که کاملا خوش کنم بدن علی اسکر سام رو. دلاور کشورمون چند ماه پیش در جام پیت لازنسکی ایتالیا نقره گرفت، در فینال کشتی رو به شارشمبکوف قرقیز واگذار کرد، توی کشتی سنگین و نزدیک 3-1 کشتی رو واگذار کرد و نقره اون جام رو به گردن انداخت. خب 3 دقیقه دوم آغاز میشه، دیدار رده‌بندی وزن 63 کیلوگرم جام آکسیانوف روسیه تابستان 2022. کشتیگیر روس عرض کردم 3 دقیقه دوم میاد تو سرعت رو بالا ببره، دو کشتیگیر لولیدن تو هم، ببینیم میتونه تحت فشار بذاره و تشک خارجش کنه کشتیگیر روس رو. یادتونه یه لحظه حالت کشتیگیر روس نامتعادل بود، میتونست از تشک خارجش کنه ولی ترجیح داد رها کنه خودش رو تو اون شرایط. خب نتیجه کشتی 4-3 همچنان ادامه داره، کشتیگیر روس اومد تو سرعت رو بالا ببره، کشتیگیر ما مچ دست رو گره گرفته تا کشتیگیر روس رو از کار بندازه.
همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. یک بار دیگه حالا این دستو کشید، ببینیم میتونی پیش بندازه یک بار دیگه خرابش کنه یا نکشی یه روس رو. دسته هم دیگه کار میکنن، یک بار دیگه حالا کشتی یه روسه که رو به جلو داره کار میکنه، باید یه مقدار دستاش بهتر کار کنه وگرنه بهش اختار میدن. نتیجه کشتی 4 بر 3 و یک دقیقه 50 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم، زمان زیادیه. امیدواریم که فکر اداره کردن کشتی نباشه. یک امتیاز. حالا داور میخواد که یه لحظه رو نشست برای پیچ جنگ، ولی هوشیار بود کشتی گیر ما. خب حالا داره خوب کشتی میگیره، رو به عقب نیست، رو به جلو داره کار میکنه. کشتی گیر روز خسته نشون میده، اگه همینطور کشتی بگیره میتونه حتی امتیاز هم بگی از این کشتی گیر روز. بعد مراقب بدلکاری های کشتی گیر روز باشه، اون میاد تو ثانیه های پایانی هرچی در توان داره یه لحظه حالا تعادلش رو به هم بزنه، ببینیم میتونه دور بزنه یا نه. کشتی گیر روز داره عقب میره، میتونه بهش اختار بدن تو چه خارج میشه، ولی خب کاملا مشخص بود که عقب عقب رفت. میتونن امتیاز بدن، ببین مربی ما هم معترضه که یک امتیاز باید بدن. حالا داور به کشتیگیر ما رو داره تذکر میده. خب نتیجه کشتی همچنان 4 بر 3، نباید تو حاشیه بره، میتونه این کشتیگیر رو شکست بده. کشتیگیر روز خسته است ولی کشتیگیر ما سرحال نشون میده. خب به مزی یک دقیقه داریم میرسیم، ببینید داور. خب حالا داور میاد به مربی ما تذکر میده که باید بروی صندلی کوچ بنشینه و نیاد کنار دوشک. داور یه جورایی میچربه به سمت روس ها، کاملا مشخصه. امیدواریم که الاسکار سام بتونه این کشتی رو به نفع خودش سپری کنه. مچ دست رو گلو گرفته، خوب داره اداره میکنه کشتی رو. خب 45 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم، 10 ثانیه دیگه مقاومت کنه دیگه اختار هم بهش نمیدن. کشتی روس تو این ثانیه پایانی مطمئنه میاد هرچه در توان داره رو کنه. یک بار دیگه دستو کشید، میترسه که خاکش کنه. این بار دیگه هوشیار بود کشتی گره روس، همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنه و کشتی گره روس داره خودش رو به آب و آتیش میزنه. علی اسکر هم خوب داره اداره میکنه کشتی رو، مچ دست رو در هر شرایطی رها نمیکنه. خب داریم به مرز 15 ثانیه میرسیم. کشتی گره روس یه نیم نگاهی به میشینه برای کمرگیری، یه نیم نگاهی به ساعت انداخت، میاد تا حالا هرچی در توان داره رو کنه. تو هم حالت میتونه نگه داره. 5 ثانیه، یه لحظه نشست برای پیچ پیچه، هوشیار بکشت گیر ما. 2-1 و تمام. تمام و تبریک میگیم به دلاور کشورمون علی اسکر سام دلیری، مدال برنز جام بین المللی آیسیانوف رو به گردن میندازه. بله، یه پشتک باروی زیبا و مورد تشویق هواداره حاضر در سالن هم قرار میگیره. خب دوستان، با لایک و کامنتاتون مثل همیشه خستگی تن دلاورای کشورمون به در میکنید. تا دوردی دیگر، بدرود دوستان.